به نام داناترین دانایان، سعید جویزاده هستم از مؤسسه چشمانداز شیراز. امیدوارم در کره خاکی کسی چاد پیروز باشید. شماره تماس من 0938 225 274 و به سایت من سری بزنید gisland.org و کلی مطالب خواندنی در رابطه با GIS و ریموت سنسینگ جو مارکتینگ و آمار مکانی دانلود کنید. از مجموعه آموزشی پردازش داده‌های لایدار در خدمت شما هستیم در محیط آرکمپ. من به محیط آرکمپ برمیگردم، به قسمت آرتول باکس میرم و به قسمت دیتا منیجمنت تولز، لاست دیتا سیت و کریت لاست دیتا سیت داده لایدار خودم رو به محیط نرم افزار اضافه میکنم، برای اوکی کلیک میکنم. در اینجا من میخوام بفهمم که این داده لایدار من ابر نقاطش چه تعداد هست، کمترین ارتفاع چقدره، بیشترین ارتفاع چقدره و میانگین ارتفاع در منطقه چجوره و انحراف معیار اون چقدره. برای اینکه من بتونم چنین کاری رو انجام بدم، ابتدا با یک پلیگون ترسیم کنم. برای ترسیم پلیگون ابتدا باید وارد محیط آرکاتالوگ بشم یا بتونم به قسمت استارت منو برم، آر پروگرام، آر جی آی اس و برای آرکاتالوگ کلیک کنم. فرق نمی کنه، من برای آرکاتالوگ کلیک می کنم. بعد از اون برای درایو مورد نظر راست کلیک میکنم، به قسمت نیو میرم و یک فولدر ایجاد میکنم که نیو فولدر 5 رو دابل کلیک میکنم. روی نیو فولدر راست کلیک میکنم، به قسمت نیو میرم و داده شی فایل که همون داده های وکتوری نرم افزار جی آی اس ایجاد میکنم. من میخوام شی فایل پلیگون ایجاد کنم، برای این کار به این قسمت اومدیم. برای شی فایل کلیک میکنم، من نام این رو الیویشن میذارم و بعد نوعش رو پولیگون قرار میدم، چون من قراره یه پولیگون اطراف محدودم بکشم. و بعد اینجا از من سیستم مختصات میخواد، برای ادیت کلیک میکنم، به قسمت پروژکتد میرم، دابل کلیک میکنم و بعد چون سیستم یوتیم رو میخوام برای یوتیم کلیک میکنم و سپس به قسمت WGS 1984 و بعد به قسمت نورس نیمکره شمالی، چون ما در نیمکره شمالی قرار گرفتیم کشور ایران و UTM هم 60 زون تشکیل شده، ایران هم در زون 38, 39, 40 و 41 قرار گرفته. برای 40 کلیک میکنم، اوکی میکنم و اوکی میکنم. پولیگونی ایجاد شده، در TOC اضافه میشه در جدول مندرجات من. اینم پولیگون منه. در گام بعدی باید برم با استفاده از یک تابع، با استفاده از یک دستور، کمترین ارتفاع، بیشترین ارتفاع و میانگین ارتفاع منطقه به وجود بیارم و اینکه اونجا مشخص کنم که ابر نقاط من تعدادش چقدر بوده و انحراف معیارش چقدر بوده. برای چنین کاری من آرکاتالوگ رو میبندم، وارد سرچ میشم، دستور لست را تایپ کرده و اوکی میکنم. تمام توابع مرتبط با فرمت لایدار اینجا میبینید. من رو ادامه میدم تا برسم به اینکه گزینه‌ای پیدا کنم که اون بیاد محاسبات این آماری رو واسه من محاسبه کنه. خب اینجا last point statistic by area، یعنی یک محدوده که شما این رو بگم، دبل کلیک میکنم. در پنجره باز شده یک ورودی از من میخواد و بعد اینکه ورودی اول من داده های لایداره که این داده لایدار من میشه، به محیط به پنجره اضافه میکنم. در قسمت دوم یه پولیگون از من میخواد که اینم پولیگون من میشه و اینم اضافه میکنم. البته قبل از اون باید من یه کاری میکردم که اون انجام ندادم، اینو عذرخواهی میکنم. ابتدا باید پلیگونی ترسیم کنیم که بعد این پلیگون شناسایی بشه که مربوط به محدوده منطقه منه. برای ترسیم یک پلیگون بروی ادیتور اینجا با این ابزار میتونید آرزوی خودتون ترسیم کنید. بروی ادیتور کلیک میکنم و بعد منوی استارت رو باز میکنم، بروی استارت ادیتینگ کلیک میکنم و بعد الیویشن انتخاب میکنم. در انتهای ادیتور بروی کرییت نیو فیچر کلیک میکنم، بروی پولیگون مورد نظر و حالت رکتنگل رو انتخاب میکنم و بعد از اون اطراف محدوده خودم و اطراف محدوده خودم یک رکتنگل یا یک پولیگون ترسیم میکنم. البته پولیگون به صورت با دقت بیشتری ترسیم کنید و سپس استابیتی میکنم که این پولیگون ذخیره بشه. حالا به دستور مورد نظر برمیگردم، همون استاتیستیک، و در قسمت اول داده های لست خودم رو وارد میکنم که با فرمت لایدار بودن. در قسمت دوم از من میخواد که پولیگون یا محدودم رو معرفی کنم و در اینجا من
کوچکترین ارتفاع یا کمترین ارتفاع، بیشترین ارتفاع، میانگین ارتفاع و داده های ابر نقاط خودم رو که تعداد چند تا باشه و اینکه انراف میانگین رو وارد میکنم، انراف معیار، و بعد برای اوکی کلیک میکنم. بعد عملیات پردازش انجام میشه. بعد از اینکه عملیات پردازش انجام شد، من برای پلیگون منظر راست کلیک میکنم، اوپن اتریبیوت جدول اون شیپ فایلمو باز میکنم. بعد اینکه جدول شیپ فایلمو باز کردم، اومده به من گفته که کمترین ارتفاع شما 520، بیشتر ارتفاع شما 609، میانگین ارتفاع 504، و اینکه اینقدر ابر نقاط شما بوده، و اینم پارامتر بعدی که قرار شد من به دست بیارم. و این به صورت بسیار زیبا محاسبه شد و در جدول پلیگون شما لحاظ شد.